و برادران عزیز، اعضای کانون‌های شورشی، هموطنان عزیز، به مناسبت سالروز انقلاب ضد سلطنتی، همچنین به مناسبت سالروز عاشورای مجاهدین، روز شهادت اشرف موسی، درود می‌فرستیم و سر تعظیم فرود می‌آوریم در برابر اراده جبر شکن خلق قهرمان ایران که در 22 بهمن یک دیکتاتوری با برخورداری از 700 هزار نیروی مسلح رو واژگون کرد و در 19 بهمن سال 1360 با تقدیم رشیدترین فرزندانش نشون داد که هرگز به قاصبان آزادی و حاکمیت مردم تسلیم نشده و تسلیم نخواهد شد. از قیام 22 بهمن تا 30 خرداد سال 60 و بامداد سرخفام 19 بهمن در رویارویی با ایلغار خمینی که حاصل خون و رنج 70 ساله رو به یغما برد، گوهر عصیان و ناآرامی سرشته شد و از اون به بعد تا قیام‌های امسال ایران همچنان در تب و تاب و خروش و شورش برای آزادی است. آری ما مردم ایران هزار بار سرکوب و قتل عام شدیم، اما هزار بار از خاکستر خود برخاستیم، هزار بار شکست خوردیم، اما هزار بار قیام کردیم و آخرین قیام ما که در راه است، آخرین روز عمر ننگین رژیم آخوندی خواهد بود. که در راه است، آخرین روز عمر ننگین رژیم آخوندی را رقم خواهد زد. بله، ملتی که هیچگاه از قیام و انقلاب باز نایستاده، بی تردید آزادی و حاکمیت به سرقت رفته را به دست خواهد آورد و این در تقدیر است. بنابراین سلام بر راهگشایان و پیشوایان حقیقی انقلاب ضد سلطنتی. س-
سلام بر راهگشایان و پیشوایان حقیقی انقلاب ضد سلطنتی، از حنیف نژاد و محسن و بدیزادگان تا احمدزاده و پویان و جزنی و حمید اشرف، راستی که به قول پدر طالقانی آنها بودند که راه جهاد و راه سرنگونی شاه را گشودند و از خون اونها بود که سیلاب ها برخاست. و چنان که مسعود گفته است، روح پلید شیطان، همان خمینی دجال ضد بشر، دزد بزرگ قرن، بر فضای انقلاب استیلا یافت و کلمه ذبح شد. کلمه اصلی انقلاب که همان جان کلام بود، کلمه آزادی است. آزادی، خجسته آزادی. کلمه‌ای که شاه و شیخ اون رو خوش نمی‌دارند و از اون مانند جن از بسم الله گریزانند. خمینی و خامنه‌ای برای جعل و تحریف تاریخ معاصر و آغشته کردن اون به لوس آخوندها تلاش بسیار کردند. اما یاد پیشتازان آزادی و انقلاب همچنان برمی‌انگیزد و راه نشان می‌دهد. از سردار جنگل تا مدرس و عارف و دکتر ارانی و بسیاری از فرزندان آگاه و آزاده و رزمنده ایران که رضاخان و ایادی و دشخیمانش با شقاوت و توحش خونهای پاک اونها رو بر زمین ریختند، تا کریمپور شیرازی که پیکرش رو مزدوران شاه به آتش کشیدند، یا دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت ملی دکتر مصدق که دشخیمان شاه اون رو با تن تبدار تیرباران کردند. و همچنین صفی از روشنفکران و نخبگان انقلابی همچون کتیرایی، مفتاحی، فراهانی، رضایی، باکری، میهندوست، ظلموار، جوان خوشدل، گل سرخی، فاطمه امینی، اعظم روحی آهنگران و مرضیه اسکویی، تا انقلابی بزرگ و مبارز نبرد با دو دیکتاتوری، مجاهد خلق محمد علی جابرزاده قاسم که در 23 بهمن سال 95 به عهدش با خدا و خلق وفا کرد. و سرانجام انقلابی و مبارز بزرگ شهید شکرالله پاکنژاد که به شدت مغضوب شاه و شیخ بود و خمینی با تیرباران او انتقام شاه رو هم از اون گرفت. درود بر همه اونها. درود بر همه اونها. راستی که این مبارزان بذر آگاهی و بیداری افشاندند. ایده انقلاب رو با جانهای خودشون کاشتند و آبیاری کردند و فکر تغییر و دگرگونی رو در وجدان و خرد جامعه ایران رسوخ دادند. درود بر همه اونها. هموطنان، خواهران و برادران گرامی، خمینی سارق انقلاب ضد سلطنتی، همچنین سارق شور و آرزوی مردمی بود. اما سوال این است که اون با استفاده از چه شرایط و چه زمینه هایی تونست به اون دست پیدا کنه. حقیقت اینه که اون خیزش عظیم و همگانی
امتداد تکاملی جنبشی بود که از انقلاب مشروطه آغاز شده بود. حاصل خون و رنج مردم ایران بود. نتیجه جنبش‌های فداکارانه پی در پی ایرانیان بود. مثل جنبش جنگل، قیام‌های خیابانی، پسیان، تنگستانی‌ها و چاکوتاهی‌ها، نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق بزرگ و جنبش‌های دهه 50 و فداکاری‌های مجاهدین و فدایی‌ها و ثمره همه خون‌ها و خون دل‌های بی‌شمار مجاهدان و مبارزانی بود که در میدان‌های نبرد یا در سیاه‌چال‌های دیکتاتوری شاه و رضا شاه به شهادت رسیده بودند. خمینی دجال از شجره ناپاکی بود که با امثال شیخ فضل الله و آخوند کاشانی شناخته میشه که پیوسته متحد و امدادرسان استبداد حاکم بود. اون و آخوندهای همراه اون که بر سرنوشت مردم ایران حاکم شدند با این مبارزه و این خون جگرها بیگانه بودند. نه رنجی برای آزادی مردم ایران کشیده بودند، نه در اساس به آزادی و دموکراسی اعتقادی داشتند. استبداد شاه و سرکوبی احزاب ملی و جنبش‌های انقلابی راه رو متأسفانه برای خمینی باز کرد و گشود. در سیاست بین المللی هم امداد رسانی آشکار دولت‌های غرب به سارق بزرگ قرن کمک کرد تا قدرت رو به چنگ بیاره. اگر اون سر سوزنی با گوهر انقلاب و خواست‌های دموکراتیک برپادارندگان قیام همراهی داشت، از همون روزهای شروع حاکمیت انقلاب رو بر سر انقلابیون خراب نمی کرد. اگر اون می گذاشت انقلاب مسیر طبیعی خودش رو بره، به مردم امکان می داد که انتخاب طبیعی خودشون رو بکنند. و اگر مجاهدین رو با اعدام‌های جمعی، شکنجه‌های وحشیانه و سیستم مخوف جاسوسی و ترور سرکوب نمی کرد، ایران با همه فراز و نشیب‌ها به یک آزادی و دموکراسی پایدار دست پیدا می کرد. می دونید که بسیاری از اعدام شدگان دهه 60 و همچنین قتل عام شدگان سال 67 همون جوانان پرشوری بودند که در سالهای 56 و 57 قیام‌ها رو برمی‌انگیختند و سازمان می‌دادند. بر این واقعیت هم باید تأکید کرد که به سرقت رفتن انقلاب و رهبری انقلاب برآیند تمایلات ارتجاعی و طبقاتی در بطن جامعه ایران هم بود. خمینی و دجالیتی که اون رو نمایندگی می‌کرد از آسمان نازل نشد، بلکه اون زنگارها و رسوبات اعماق جامعه رو منعکس می‌کرد. مسعود در این باره گفته تا اونجا که به مبانی اجتماعی حکومت خمینی مربوط میشه، همه ضعف‌ها، بی‌سازمانی‌ها، ناآگاهی‌ها و عقب‌ماندگی‌های تاریخی جامعه ما رو نمایندگی می‌کرد. بسا بیشتر از این کلمه انقلاب رو لوس و جنمال کرد. این هم از طنزهای تاریخی که وقتی شاه حاکم بود، آخوندها با اون و ساواک جهنمیش همدستی می کردند. و حالا که شیخ حاکمه،
بقایای شاه جانب سپاه جهنمی شیخ رو گرفتند و علناً میگن که قصد دارن پاسداران و بسیجی ها رو جذب کنند. متقابلاً آخوندها هم تا میتونن به تبلیغات مجازی سلطنت طلبی و رویای بقایای شاه برای بازگرداندن ایران به گذشته دامن میزنند تا چشمانداز آینده آزاد و دموکراتیک رو انکار کنند. و حالا همه میدونند که بازگشت فاشیسم سلطنتی که با یک انقلاب فراگیر و شعارهای مرگ بر شاه توسط میلیون ها ایرانی سرنگون شد امکان پذیر نیست. حتی در افغانستان و عراق که سلطنت نه با انقلاب بلکه با کودتا سرنگون شده بود، به رغم تمایل قدرت‌های خارجی کمترین شانسی برای بازگشت پیدا نکرد. اما به مناسبت انقلاب ضد سلطنتی اجازه بدین بر این واقعیت اساسی تاکید کنم که اون انقلاب بزرگ و همه رنج و شکنج هایی که مردم ایران به خاطرش بر خود هموار کردند از میان نرفته و خاکستر نشده. هر قطره خونی که برای اون به زمین ریخته شد بیهوده نبوده و هدر نشده، بلکه به قول مسعود به آسمان رفت، متراکم شد و به صورت شبنم آگاهی بر مردم ایران مجدداً بارید تا بتوانند چاه را از راه بشناسند. اما آیا این آگاهی خود به خود در قلب و ضمیر جامعه ایران جاری شد؟ آیا تصادفی بود که واکنش مردم ایران به ارتجاع و استبداد دینی و مقاومت برای آزادی این چنین گسترش پیدا کرد؟ راستی چه شد که پس از استقرار خمینی با این همه سرکوب و فریب ایران به جای شورزار یأس گلستان نبرد و قیام شد؟ چی شد که فضای سیاسی و اجتماعی ایران مثل دوران بعد از کودتای 28 مرداد سرد و خاموش نشد؟ یک بار مسعود درباره آزمایش بود و نبود مردم ایران بعد از حاکمیت خمینی گفت: میتوان ساده اندیشانه و با خیال پروری چنین پنداشت که میباید بدون آزمایش و پرداخت قیمت همه چیز رو به راه می بود و ما فقط باید در بهشت رویایی زحمت میوه چینی و برخورداری از درخت آزادی را به خود می دادیم. در این صورت معلوم نیست که آیا اصولا ما، تک تک ما و ملت ما نقش و مسئولیت و وظیفه‌ای بر عهده داریم یا نداریم. اما اگر از تفاسیر رمانتیک و انتظارات کودکانه دست برداریم، آن وقت روشن می شود که به دلایل تاریخی و اجتماعی و طبقاتی مشخص بلیه بزرگی وجود دارد و هر کس و هر گروه و هر جریانی بسته به نحوه مقابله و برخورد با آن تعین پیدا می کند و ارزشیابی می شود. یکی تسلیم می شود، یکی سازش می کند، یکی کوتاه می آید، یکی طلبکاری می کند، یکی آه و ناله و شکوه و شکایت می کند و یکی هم برمی خیزد و مقاومت می کند و می رزمد.
رهبر ماست، پیروزی از آن ماست. دقیقاً، دقیقاً، پیروزی از آن ماست. مرور وقایع به خوبی گواه می‌کند که از روز شروع حاکمیت خمینی، مجاهدین و مقاومت ایران با نقش هدایتگرانه اخص مسعود، اعتراض و مخالفت جامعه ایران علیه خمینی رو برانگیختند و سازمان دادند. در اون دوره 28 ماهه قبل از 30 خرداد که حکومت خمینی در حال شکل‌گیری بود، روح معترض جامعه ایران رو مجاهدین نمایندگی می‌کردند. اونها نه قاطع و خروشان مردم ایران علیه یک استبداد وحشی بودند که از قعر تاریخ اومده بود. مجاهدین حاضر نشدند به ارتجاع خمینی بگویند انقلاب و انقلاب اسلامی. حاضر نشدند به قانون اساسی ولایت فقیه رأی بدهند. حاضر نشدند زن ستیزی، قوانین شرع آخوندی و آزادی کشی به بهانه مبارزه با غرب و امپریالیسم را تایید کنند. سپس در 30 خرداد مرزبندی قاطعی میان جبهه مردم ایران و رژیم ولایت فقیه استوار کرد. بنیاد سرنگونی رژیم رو پیریزی کردند و مسیر تاریخ ایران به سوی آزادی رو ترسیم کردند. تبلور آگاهی جامعه ایران در این کشاکش خونین و بعد از حاکمیت آخوندها رو در کجا میشه دید؟ در مجاهدین، در ارتش آزادی بخش ملی و در کانونهای شورشی و جوانان شورشی و بیشمار قیامها در سراسر ایران. این آگاهی در رواج برابری طلبی به خصوص بین جوانها دیده میشه و این مهمترین دستاورد جامعه ایران در مقاومت علیه یک رژیم زنستیزه. آینده ایران در هر حال بر پایه برابری زنان و مردان خواهد بود. آگاهی جامعه ایران رو در اقبال عمومی از اصل جدایی دین و دولت میتوان دید. و آینده ایران قطعاً در نفی دیکتاتوری دینی و دین اجباری خواهد بود. بله، آگاهی عمیق جامعه در شکست ارتجاع و بنیادگرایی دیده می شود و در شعار قیام های ایران که مرگ بر اصل ولایت فقیه است. همچنین نمود آگاهی و بلوغ جامعه ایران رو در ایستادگی یک جایگزین دموکراتیک میتوان دید، یعنی شورای ملی مقاومت ایران که پرچمدار سرنگونی رژیم و مدافع مستمر مهمترین اصول و ارزش‌ها در مرزبندی با این رژیم و همچنین برپایی ایران دموکراتیک فرداست. یک جایگزین که مسعود در برابر هیولای
ارتجاء و استبداد دینی بنا گذاشت و به همت خود اون خطوط و مواضع محکم این شورا بر مبارزه و مقاومت به هر قیمت و پایداریش بر آزادی و دموکراسی جبهه ولایت فقیه و حامیان اون رو از نظر سیاسی بارها در هم کوبیده است. هموطنان عزیز، خواهران و برادران، دو قیام بزرگی که در ماه‌های اخیر برپا شده، آمادگی آتشین مردم برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. آمادگی برای خاکستر کردن تمامیت رژیم و همه پلیدی‌های یک استبداد دینی و آمادگی برای یک جهش بزرگ سیاسی و اجتماعی که مناسبات تازه‌ای بر اساس آزادی و دموکراسی بنا کند. خامنه‌ای و سپاه جرار اون بیش از 1500 جوان شورشی رو به شهادت رسوندند. شهیدان در خون تپیده‌ای که سروداوران سپیده و مژده‌رسان روز آزادی و سرکوبی استبداد هستند، همونها که خونهای پاکشون آتش قیامها در دیماه رو مشتعل کرد. حالا همون قیامها آتش زیر خاکستر است. همون اعتراضها در دل جامعه ایران گداخته و گداخته تر می شود. این قیامها اثبات کرد که عزم شورش و قیام در تار و پود جامعه ایران رسوخ کرده است. عزم این شورش و جنگاوری در کانونهای شورشی تجسم یافته است. کانونهای شورشی که در سراسر کشور در حال فعالیت هستند. اخگرهایی از این آتش هستند. کانونهای شورشی مشعلهای همان قیامها هستند و جوانان شورشگر را به سوی برپایی قیام‌های بزرگ و تعیین کننده رهنمون می‌شوند. قیام‌های آبان و دیماه ضربه سهمگینی به رژیم آخوندها وارد ساخت که نمی‌توانند و نخواهند توانست آن را جبران کنند. نمی‌توانند ثبات و تعادل از دست رفته را برگردانند و نمی‌توانند ریزش و فرسایش درون حکومت و سپاه و بسیج ضد مردمی را بند بیاورند و نخواهند توانست خشم سوزانی را که هر آن میتواند دوباره زبانه بکشد مهار کنند، به خصوص که امروز عراق هم سراپا قیام و شورش است و خامنه‌ای دیگه نمیتونه از اون به عنوان پشتوانه و عمق استراتژیک رژیمش استفاده کنه. قیام ایران و جوانان قهرمان کشور همسایه ما عراق ضربه بزرگ دیگه‌ای به رژیم و راه فرار آخوندها از سرنگونی رو می‌بنده. تنش‌ها و ضعف و بلبشوی حاکم که در صحنه نمایش انتخابات مجلس رژیم دیده میشه از نتایج همین قیام هاست که زمین رو زیر پای آخوندها از بیروت تا تهران و از بغداد
تا تهران به لرزه درآورده. حتما این روزها می‌بینید که چطور باندهای حاکم بدون هم افتادند. خامنه ای با شورای نگهبانش عمده کاندیداهای باند رقیب از جمله 90 عضو کنونی مجلس ارتجاع رو به زباله‌دانی رژیم انداخته. باند رقیب هم در مفتزه کردن ولی فقیه و خیمه شب‌بازی انتخابات از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنه. مقاومت ایران بارها فاش کرده که در هر یک از نمایش‌های انتخاباتی علاوه بر تمام تقلبات در آخرین مرحله در وزارت کشور ارقام همون آرای ساختگی رو با ضریب چند برابر اعلام می‌کنند. و حالا جالبه که رئیس جمهور رژیم به همین رقم‌سازی‌های چند برابری در اتاق تجمیع آرا در وزارت کشور اعتراف می‌کنه. اون گفته در آخر که می‌خواهند رأی‌ها را تجمیع کنند چه بساطی پیش می‌آید. خیلی از انتخابات‌ها در تجمیع مشکل پیدا می‌کند. بله، خیلی از انتخابات‌ها و در واقع تمام بازی‌های انتخاباتی از 40 سال پیش تا امروز بدون استثنا، بدون استثنا با رأی ساختگی و با چند برابر کردن ارقام صورت گرفته. اما موضوع اصلی این تقلبات و انتخابات قلابی پوشاندن قصب حاکمیت مردم است. موضوع اصلی انتخابات قلابی تلاش برای به تعویق انداختن آتش خشم مردم علیه حاکمیت نامشروع آخوند هاست. موضوع اصلی نمایش پنهان کردن سرکوب و آدم کشی و غارت است. و موضوع اصلی این نمایش انتخابات پنهان کردن رنج های مردمی است که اکثریتشون به زیر خط فقر سقوط کردند. 20 میلیون حاشیه نشین شده و 10 میلیون بیکارند. بله، مردم ما به روشنی می‌دانند که اون مجلسی که از این انتخابات ساختگی تشکیل می‌شود مجلس بربریت و دروغ و پلیدی است. اون قوانینی که این مجلس بهوش در 40 سال گذشته تصویب کرده هدفی جز سرکوب، زن ستیزی یا غارت نداشته و ندارد. تماماً ضد مردمی و باطل است و تمام اعضای این مجلس در زمره شرکای همه جنایت‌ها و خیانت‌های این رژیم هستند. امروز خامنه‌ای تلاش می‌کنه دوره آینده مجلس ارتجاع رو از عمال 100% گوش به فرمان بیت خودش پر کنه، چون یک پایه کردن رژیم رو راه حل بحران کنونی میدونه. اما چه از پس این کار بر بیاد و چه در اون شکست بخوره، در هر حال رژیم آخوندی راه نجاتی نداره و از سرنگونی خلاصی نخواهد داشت. مردم ایران رأی واقعی خودشون رو در قیام‌های آبان و دیما داده اند. این رأی همون شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای و روحانی است و بر این اساس انتخابات نامشروع مجلس آخوندها را بسا بیشتر از گذشته تحریم می‌کنند. تحریم انتخابات قلابی یک فریضه ملی و پیمان ملت ایران با شهیدان آزادی، به ویژه بیش از 1500 شهید قیام آبان است. این تحریم همراهی با خواستهای مردم و دانشجویان به پا خواسته در قیام دی ماه 98
برای سرنگونی تمامیت رژیم نامشروع ولایت فقیه است. آری، رأی مردم ایران سرنگونی است. رأی ما سرنگونی است. حرف اول و حرف آخر سرنگونی است، سرنگونی است، سرنگونی است. هموطنان عزیز، مجاهدین خلق ایران، در سال 57 تظاهرات بیوقفه مردم در شهرهای مختلف روند سرنگونی شاه را رقم زد و حالا همین قیام ها که سر بازی ایستادن ندارد، به رغم سرکوب وحشیانه رژیم آخوندی با کمک کانون های شورشی و ارتش آزادی روند سرنگونی شیخ را رقم می‌زند. خوشبختانه مقاومت ایران به بهای فداکاری‌های بسیار، به بهای شهادت 120 هزار تن از آگاه‌ترین فرزندان مجاهد و مبارز ایران، مرزبندی نه شاه نه شیخ را استوار کرده است و از این راه نارضایتی‌های گسترده اجتماعی و اعتراض‌ها و عصیان عمومی را به سوی سرنگونی رژیم ولایت فقیه رهنمون کرده است. 5 قیام سراسری از دی ماه 96 تا دی ماه 98 همین مرزبندی را با عمل مبارزاتی توده‌های مردم برجسته کرده است. در دی ماه 96 قیام کنندگان پایان کار جناح‌های وحشی رژیم از اصلاح طلب تا اصولگرا را اعلام کردند. در آبان 98 آتش خشم خلق را بر تمامیت رژیم فرو ریختند و در دی ماه 98 گفتند نه تاج می‌خواهیم نه عمامه، نه شاه نه شیخ. زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. آری به آزادی، آری به دموکراسی و آری به برابری. حالا دیگر زمان برپایی یک ایران آری از هر نوع دیکتاتوری است. آری از شکنجه و اعدام و آری از تبعیض دینی و تبعیض جنسیتی است. حالا زمان برپایی یک جمهوری بر اساس رأی آزادانه مردم، بر اساس جدای دین و دولت، کثرت‌گرایی و بر اساس عدالت و برابری است. خواهران و برادران، صحبتام رو با درود به 8 مجاهد خلق که در 21 بهمن سال 91 در حمله موشکی به لیبرتی به شهادت رسیدند به پایان میبرم. مجاهدین همیشه با نثار جانشون بذر قیام و انقلاب رو در تمام ایران افشانده‌اند. این مقاومت و قیامی است تا پیروزی. حالا این جوانان شورشگر و کانونهای شورشی هستند که همراه با مجاهدان آزادی میخوانند و میخروشند. همپاییم، همراهیم، همرزمیم، همسازیم، جان بر کف
برخیزیم، برخیزیم، پیروزیم. سلام بر آزادی، سلام بر شهیدان آزادی، سلام بر خلق قهرمان ایران.